واقعا بزنی لای پاش دردش میگیره. آرام گفتی شما هم پریود میشید. نازلی چجوری بفهمیم یه پسری ازمون خوشش میاد؟ خب حالا واقعا بعد از اینکه دختره رو پیاده میکنین میگوزین. حتی یه نفر مثلا فکر کنید به من زنگ میزد، من پیاده میشدم به هوای خرید از سوپرمارکت میرفتم جواب زنگمون رو میدادم دوباره برمیگشتم تو ماشین. یو سلام بچه، حالتون چطوره؟ خوبین؟ یه ویدیو روتیوب دیگه اومدیم با سوالایی که دختر خانوما راجع به آقا پسرا دارن. رازاشونو میخوام دونه دونه بهتون بگم، البته اکثریتش شاید درست نباشه، شاید فقط نظر من باشه، ولی من نظر خودمو دوست دارم بگم که همش هم درسته ولی به کسی نگین چون اکثرش شاید قبول نه. بریم سوالاتونو بخونیم، ولی قبل از اون لایک سابسکرایب زنگوله رو بزن با من پست گذاشتم سر ببین چرا نگاه میکنن ساب نمیکنن. بریم ببینیم. اولین سوال سونیا پرسیده با عکسامون چه کار میکنین؟ با عکسای شما ببین، خب با قدیا میخوایم ببینیم که با قدیاتون فکر میکنیم که چقدر. نه ببین، شما خودتونو بذارین جای ما، یه موجودات گوگل مگولی خوشگله. تو خودت هم اگه جای ما بودی دوست داشتی هی خودتونو ببینین. خب یعنی پسرا خیلی موقع ها برای مثلا اون داستانی که همه شما فکر میکنین که اون موضوعی نیست، بیشتر به خاطر اینه که بابا مثلا طرف دوست داره زیبایی تو ببینه، دلش برات تنگ میشه. پسرا کلا اینجوریه. حالا اون قدیمت پوفیوزیا رو نمیگم، من با اونا کار ندارم، اونا به ما ربطی نداره. اصلا چجوری بفهمیم یه پسری ازمون خوشش میاد؟ خب ببین، اونجایی که دوست داره ببینه مثلا حالت رو چک میکنه، دوست داره تو همیشه حالت خوب باشه، بعد مثلا حواست نیست دفعه میبینی داره نگات میکنه، هول میشه تو صحبت کردن، باید یکم ازت خجالت میکشه، چشماشو ازت میدوزه. بعد پسرا کلا موجودات عجیبین. خب یعنی بعضی اوقات نمیفهمی که چقدر دوستت داره، ولی پسر مثلا داره برات میمیره، ولی میبینی بهت اخ میکنه، باید بدرفتاری میکنه، ولی ته دلش خیلی دوستت داره. پسرا رو زیاد نمیشه بفهمی، ولی خب میگم دیگه، مثلا اونجایی که میگه ببین دستامون چقدر تفاوت داره اندازش اون دست رفت. رسیدی خونه فلان، نگرانته؟ نگرانی پسره که از علت دوست داشتنشونه، شک نکن. ببخشید میپرسم، ولی پسرها واقعا خواب مثبت 18 میبینن؟ تمام پسرها خواب مثبت 18 میبینن، مگه دخترها نمیبینن؟ واقعا بزنی لای پاش دردش میگیره. میخوام رو پارتنرم عملیش کنم، گفتم اول اطلاع داشته باشم. مگه مریضی خواهر من؟ بله دردش میگیره، مثل درد زایمان. چرا فکر میکنن با کام گرفتن و سیگار چش ریس کردن جذابن یا با اخ؟ سیگار تو بده به من رفیق دو کام. ببین یه سیس گادفادر توری بهمون دست میده، اسم کنیم اره. سیگار رو میزه من چیکار میکرد؟ برای ویدئوه. زهره پرسیده چجوری اینقدر راحت دروغ میگن و خیانت میکنن، بعد میزنن زیرش، دلشون چجوری میاد واقعا؟ اولا اینکه همه پسرا رو نباید بیا چش ببینین. همیشه مثلا خانم ها همیشه میگن همه پسرا خیانتکارن، از همه تان بدم میه، همه تان دروغگوین. مثل اینونه که بگی همه دخترها مثلا خدای نکرده مشکل دارن، همه دخترها مثلا دنبال پولن. نه، دخترایی هستن که تو شاید هیچی نداشته باشید، باید بیان بشینن فلافل بخورن، باید پیاده روی کنن، ماشین نداشته باشی پیاده باید بیان. حتی معرفت های خیلی بیشتری من از دخترها دیدم که از پسرها ندیدم. آرام گفتی شما هم پریود میشید. کی گفته ما پریود میشید؟ پریود که اونجوری که شما فکر میکنید مثلا ما خونریزی داشته باشیم که نه، یه اتفاقی برامون تو خواب میفته که قابل گفتن نیست متاسفانه، چون من خانواده‌ام این ویدیوها رو نگاه میکنن. حالا واقعا بعد از اینکه دختره رو پیاده میکنیم میگوزین؟ نه. پسرا وقتی واقعا عاشق یک دختری باشن چجوری رفتار میکنن؟ عاشق به نظر من عاشقی اونجوری نیست که یهو بفهمی عاشقت، یهو بفهمی دوست داره. خب شاید تمام رفتار اولش فیک باشه، بعد میام عاشقی باید در طول زمان بهت ثابت بشه که یک پسر دوست داره. یعنی پسر توی یک ماه نمیتونی بفهمی، شاید عشق زود گذر باشه. ستین گفته چیکار کنم؟ ریپلای کنه. داداش بیا ریپلای کن، آبجی منتظرته. چرا انقدر بد تایی میکنی؟ چرا همه پسرا فکرشون مثبت 18؟ هیچ وقت به جواب نرسیدم. بازم گفتم همه رو نباید با یه چوب بزنی، پسرایی هستن که اولویتشون این نیست، ولی خب واسه هممون مهمه، مخصوصا تو سنای پایین این اتفاق پیش میاد که تمام طرف تمام فکر و ذهنش همینه. مثلا از 20 تا 25 پایین ترش که اصلا نباید وارد رابطه بشن به نظر من، چون سنین پایین عواقب بدی داره، روتون ساید افکت های بدی میذاره. مثلا اکثر کسایی که این سوالا رو از من پرسیده بودن دختره بودن که 12 13 14 15 16 بودن. شما هنوز آماده وارد رابطه بشین، وارد دوستی بشین، فکر نکنین چیزا مدرنیته، اصلا اینجوری نیست. هر چی سنتون پایین تر بره تجربتون کمتره. من بیشتر
آسیبای روحی که خوردم به خاطر دوست داشتنهای اشتباهی بوده که تو سنین پایین بوده و خودم افتخار میکردم که با افراد زیادی در ارتباطم یا عاشق یک نفر هستم، همش بهم آسیب زده. چون سنم کم بوده اون عقل کافی رو نداشتم که چجوری باید وارد رابطه بشم، چه درخواستی باید طرف کنم، چجوری برم جلو. تمام شکستایی که من توی رابطه‌ام خوردم به خاطر سن پایینم و تجربه کمم بوده. نه پسرها جای میرن نه دخترها جای میرن، اینو برای هر دو میگم. خیلی حل نداشته باشیم برم تو رابطه، برم تو رابطه، عمل 14 15 شو از کجا بفهمم همزمان تو چند تا رابطه هست؟ هیچ جوره نمیشه. حتی کسی بوده که مثلا لایو لوکیشن میگرفت میفرستاده میگرفته میخوابیده، گوشی اولش میذاشته با گوشی دوم میرفته برنامه. من خودم تو اون دورانی که میگم مثلا یه مشکلاتی داشتم و مثلا توی تایمی هم با چند نفر بودم، حتی یه نفر مثلا فکر کنید به من زنگ میزد، من پیاده میشدم به هوای خرید از سوپرمارکت میرفتم جواب زنگ اونو میدادم دوباره برمیگشتم تو ماشین. کسی که برای خودش ارزش قائل باشه با چند طرف نمیمونه. شما در نگاه اول از چه یه دختر خوشتون میاد؟ قیافه و هیکل، هر چی جز این. هر کی هر چی جز این میگه دروغ میگه. 90 خورده ای درصد، نمیگم همیشه 100، چون بازی که میاد میگه نه من اینجوری نیستم، فلانی من اینجوری، دوست پسر من اینجوری. چرا وقتی با پسرها قهر میکنیم نمیفهمن که ما قهریم؟ میفهمن، براشون مهم نیست. تشخیص پسر حول و عاشق سخت شده. میدونین چرا؟ اول اینکه شما جای اشتباهی پسر انتخاب میکنین. پسری که توی فضای مجازی اومده یک دایرکت بد داده، فردا پانشو باش بیرون بذار یه هفته دو هفته بگذره با هم دیگه صحبت کنین فلان، یکو همچی سری سری عجله شیرجه منن تو رابطه که آدم نمیدونه بابا این ریتم نشنسی نمیشنسی. عکس قدی به چه دردشون میخوره؟ میشینه عکسو نگاه میکنه، شبای کنیسه گریه میکنه. چرا گیر میدن که فلان جا نرو، فلان ساعت خونه باش، فلان لباسو نپوش و راه حل چیه؟ چرا گیر میدن بعضی از پسرها که بیمارن، پسرای مریض شکاک، مثلا کجا میری با کی میری، اینجوری نپوش، این کارو نکن، اون کارو نکن. من خودم واقعا اینجوری نیستم. حساسیت خوبه تا یه جا. آخه خیلی از دخترا هم مثلا میگن ما دوست داریم طرف مثلا یکم حواسش به ما باشه، کنترلمون کنه. بعضیاشون اینجوری هم واقعا، بعضی دخترها نمیدونم چرا، ولی خب اینکه گیر میدن تا یه حدایش به فکر شما بودن، از یه حدی به بعد که زیاد بشه نشانه بیماریه. یعنی این عشق و عاشقی نیست که شما رو همش کنترل کنه. شما کسی که دوست داشته باشی باید تا یه حد حدودی بهش اعتماد داشته باشی، مگه اینکه یه چیزی ازش ببینی بهش شک کنی بعد دیگه مثلا کنترلش بیشتر کنی. اینکه پسرها چرا همزمان به دو تا دوست صمیمی نخ میدن؟ پسرای حول این کار انجام میدن. از اینجور پسرها به شدت دوری کنین. هیچ وقت یه پسری که از شما خوشش بیاد نمواد بره به رفیقتون، هم چیپ ترین کار ممکنه. پسرای برنامه‌ای فقط این کارو میکنن، من خودم هم این کارو کردم، کار بسیار بی شخصیتیه. با اینجور پسرها وارد رابطه نشین. چرا خیانت میکنید وقتی یه دختر براتون چیزی کم نمیذاره؟ ببینید بعضی از پسرها، ما پسرای ایرانی، شما همش هم پسرها رو مقصر ندارین، ما تو شرایط بسیار بدی بزرگ میشیم. ما نه یه دختر باهمون حرف زده، نه یک دختر رو دیدیم از نزدیک. حالا الان با سنش اومده پوینت، ولی تو یک سنایی ما انقدر از دخترها دوریم، خب یه عقده‌های درونی درون ما شکل میگیره. اکثر اوقات اینجوریه، یه سری عقده‌ها توشونه که دوست دارن حریصن، میفهمی؟ و حتی انقدر مثلا روشون تاثیر گذاشته که یک دختر همه چی داره، همون چیزی که هست که میخوان، بعد یه دفعه دلشون رو میزنه بی دلیل. مثلا یه دفعه میگه بابا شاید در حد من نیست فلان، یه دفعه میره با یکی دیگه خیانت میکنه، بعد بعدن هم اکثرا پشیمون میشه. تو حالا به کسی رابطه داشتی یا کسی رو دوست داشتی بهش نرسی چون غم تو چهرته؟ یه پسر اینو ازم پرسیده. آره دیگه داشت، علت هم غم تو چهرم به خاطر همونه. چرا برای پسرها هیکل مهمه ولی واسه دخترها نه؟ حالا واسه دخترها رو من نمیتونم نظر بدم چون دختر نیستم. یه پسری میگه شما آبجی منی، واقعا آبجیش هم تو سرش تصمیمات شوم داره برای اون دختره که مخ بزنه. ولی خب معمولا پسره بخواد مثلا مخاطب بزنه در دوستی باید وارد میشه دیگه، نمیاد بگه آبجی آبجی. چه رفتاری نشون بدیم از همون زده نشن؟ از چی خوششون میاد؟ اولا که نباید از اول به فکر منفی باشی، یه کاری نکنم ازم زده بشه، باهاشون مثل رفیقشون باشین. بعد از یه سری داستانا به عنوان برتری ازشون استفاده نکنین، عذابشون ندین. بعد ببینین بعضی از دخترها مثلا اولای رابطه انقدر پسر سخت میگیرن، بعد که دوستشون دارین و میخواین باهاشون یه رابطه مستحکم داشته باشین، پسر هنوز اون اذیتایی که کردی تو ذهنشه، مشکلات میشن. از اول یک روند باشین، دفعه سخت سخت نگیرید، دفعه شل کنیم. از کدوم حرکت دخترها خیلی خوشتون میاد؟ دلبری. پسرایی که پول ندارن چی تو خودشون دیدن که میرن خواستگاری؟ اینم بگو برات متاسفم. شما نمیدونین یک پسر توی زندگی، همه الان تو جامعه میگن مشکلات خانم ها، حق زن فلان. من کاملا اینو قبول دارم، خودم طرفدار حقوق خانم ها هم که بنزه آقایون نیست تو بعضی جاها، ولی پسرای ایرانی همونقدر که دخترها زجر میکشن همونقدر زجر میکشن پسرای ایرانی. بیشترین نرخ آسیب رسوندن به خود مال پسرای، بیشترین نرخ داستان مال پسرای، بیشترین میزان افسردگی مال پسرای. اونقدر که فکر میکنی زندگی خوبی ندارن، از بچگی میدونن که قراره آینده خیلی سختی باشه، ریسپانسیبیلیتی های بسیار سنگینی دارن. یعنی پسرها از بچگی میدونن که قراره یک سری داستان فجیح
توی سربازی امکان داره هزار بلا سرشون بیاد، لب مرز میافتن، رو برجک خودشون خلاص میکنن. پسرا واقعا موجوداتی هستند که زندگی خیلی سخت‌تر از اون چیزی دارن که شما فکرشو بکنین، و همونقدر که خانوما اذیت میشن توی کشور ما، برای پسرا هم زندگی همونقدر سخته. شک نکن. چی باعث شد اینقدر بلوغ عقلی برسی و هیچ پسری مثل تو ندیدم اینقدر عاقل و جنتلمن باشه؟ تنهایی، تنها باید باشی تا خیلی از چیزها رو بفهمی، خیلی از چیزها رو متوجه بشی. عاقل و جنتلمن هم نیستم به نظر خودم. جور از داداش گفتم بدتون میاد. آخه وقتی میگین داداش، ما رو میذارین تو فرند زون، جاست فرند. ما تو اون دایره نمیخوایم، ما دایره بوی فرند. چرا دارن جذب دختری میشن که ما یه عمر سعی کردیم اون شکلی نباشیم؟ نه، اینجوری نیست. اون دخترایی که شما مد نظرتون مثلا پلنگ و فلان اگه منظورتونه، جذبش نمیشن. اونا برای یک مدت کوتاه مدتی دنبال همچین دخترایین، چون هیچ پسری نمیخواد مثلا همچین دخترایی که اون چیزی که شما فکر میکنید که مثلا ما دوست نداشتیم شبیه اینا باشیم جذب اونا میشن. نه، هر کسی مثلا میبینید شاید هیچ وقت اونا رو برای ازدواج و زندگی طولانی انتخاب نکنن، یا حتی برای فاب، برای کوتاه مدته. ولی خب اونا شاید خواهان بیشتری دارن. ولی به کیا خواهان اونان؟ پسرایی که دنبال چیزای زودگذر و داستانن بیشتر میره سمت اون. یعنی پسری که میره سمت اون، همون بهتر که سلیقش همونه باشه، لیاقتش همونه. بیشتر دوست دارین چی کادو بگیرین؟ پسرها مثل پسر بچن، هیچ وقت بزرگ نمیشن. خیلی ها فکر میکنن پسرها نیاز به کادو دادن ندارن، نیاز به گل دادن ندارن، ولی پسر نمیدونین چه معجزه‌ای توش میکنه وقتی به فهم شما به فکرش بودین، شما به یادش بودین. هرچی همونجوری که شما دوست دارین گل کادو بگی، اونم کادو دوست دارن. و زیاد مهم نیست چی باشه، حالا میخواد یک پیرهن باشه، تیشرت باشه، یه شلوار باشه، یه فندک باشه حتی. پسرها اگه بهشون بگیم قصمون از ارتباط باهاشون ازدواج میرن، اگه قصدش اونم ازدواج باشه نه، شاید ازت زمان بخواد برای آشنایی، ولی شما باید از همون اول مشخص بکنی که من قصدم از دوستی ازدواجه. پسری که تو پیجش هزار تا زنه لخت و پتی خارجی فالو کرده و میگم اینستا فالو میکن، فالو نمیکنه، فازش فازشیه، فازش واقعا منم نمیدونم چیه. خب اینم یه ویدئویی بود، امیدوارم که کسی از من خورده به دل نگیره. حالا برای آقا پسرام یه ویدئو در مورد دختر خانم‌ها می‌سازیم. همدیگه رو دوست داشته باشید، با همدیگه خوب باشید، همتون کیوتین، همتون دوست داشتنین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدئوی دیگه، خدایا رو نگهدار.